سلام و درود خدمت شما همراهان صفحه ایویشن ات هوم. آیدا نصیری هستم در جلسه دوم از درس ایمنی هواپیما و محیط‌های وابسته. این جلسه در رابطه با خاموش کننده های آتش در خدمت شما عزیزان هستم. خاموش کننده های آتش و موارد استفاده از آنها، متدها و روش های مختلف خاموش کردن آتش بستگی به انواع مختلف از آتش ها داره. انواع روش‌های خاموش کردن آتش عبارتند از سرد کردن سوخت، خفه کردن آتش، جداسازی سوخت از اکسیژن. موارد استفاده شده به عنوان خاموش کننده های خانگی و تجاری به طور کلی متفاوت هستند و بعضی از اونها در سیستم های آتش نشانی هواپیمایی مورد استفاده قرار می گیرند. مواد مورد استفاده در خاموش کننده های آتش عبارتند از آب، آب و گاز، اکویس فیلم فورمینگ فوم یا به اختصار همان AFF. کربن دی اکسید CO2، پودر خشک. نکته قابل توجهی که وجود داره در رابطه با خاموش کننده های آتش اینه که اعمال خاموش کننده های ناصحیح و نامناسب به آتش میتونه به آتش سوزی قوت ببخشه و باعث آتش سوزی بیشتر بشه، میتونه خطرناک باشه. پس در اینجا نکته حائز اهمیت اینه که خاموش کننده های آتش دارای علائمی باشن تا در مواقع اضطراری به سرعت قابل شناسایی باشن. این نیز حیاتیه که تمامی پرسنل با علائم روی خاموش کننده ها آشنا باشن تا خاموش کننده صحیحی رو برای مقابله با یک آتش خاص انتخاب کنن. طبق استاندارد ENTLE رنگ تمام بدنه های خاموش کننده آتش به صورت کامل قرمز و یک روبان رنگی شناسایی داره که به وسیله یک خطهای سفید جدا شدند. از موارد خاموش کننده های آتش به آب یا آب و گاز اشاره کردیم. آب یا خاموش کننده های آب و گاز تنها برای خاموش کردن مواد سوختنی جامد مورد استفاده قرار میگیرن، یعنی کلاس آلفا. آب میتونه موجب پخش شدن آتش مایع بشه و استفاده از آب روی تجهیزات الکتریکی و برقی میتونه نتایج کشنده‌ای رو به همراه داشته باشه. پس این خاموش کننده ها نباید در کلاس براوو چارلی مورد استفاده قرار بگیرن. همچنین آب نباید روی فلزات سوختنی یعنی کلاس دلتا مورد استفاده قرار بگیره، چون اکسیژن موجود در آب باعث اشتعال و فراگیرتر شدن آتش میشه. مورد دوم، اکویس فیلم فورمینگ فوم، بسیار مناسب برای خاموش کردن آتش‌های کلاس براوو که اثر خفه کنندگی و خنک کنندگی بهترین عملکرد رو جهت فراگیر نشدن آتش داره. همچنین خاموش کننده های اکویس فیلم فورمینگ فوم میتونه برای خاموش کردن آتش های کلاس آلفا نیز مورد استفاده قرار بگیره، هرچند عمل خنک کنندگی اونها در حد آب مؤثر نیست. اما به این دلیل که فوم حاوی آبه، این خاموش کننده ها برای خاموش کردن آتش های الکتریکی و برقی که در اونها ولتاژ بالاست مناسب و ایمن نیستند. مورد سوم، کربن دی اکسید یا به اختصار همان CO2، یک خاموش کننده جهانی و همگانیه که بدون ترک و نارسانا و هیچ اثری از خودش به جا نمیذاره. کربن دی اکسید برای تمام کلاس‌های آتش به جز کلاس دلتا مناسبه و از این نظر برای کلاس دلتا مناسب نیست، چون کاهش دمای سری داره و مثل خاموش کننده آب میتونه سبب وقوع انفجارهای جدی یا تشدید آتش بشه. با توجه به اینکه گاز کربن دی اکسید تمایل داره به سرعت از بین بره، از این رو این خاموش کننده ها رو همراه با یک قیف جهت هدایت آسانتر خاموش کننده ها با محل آتش عرضه میکنن. این قیف نباید با دست برهنه لمس بشه، زیرا باعث یخزدگی و فریز شدن پوست میشه. یک پوشش عایق پلاستیکی در لوله تخلیه تعبیه شده که به وسیله این قسمت باید گاز کربن دی اکسید به محل آتش متمرکز شده و منتقل بشه. چهارم، پودر خشکی، یکی دیگه از انواع خاموش کننده ها که برای بسیاری از کلاس آتش جهت خاموش کردن مناسبه، به ویژه برای مواردی که در معرض فلزهای سوختنی هستند، آتش های ترمز چرخ هواپیما. با این حال استفاده از پودرهای خشک در آتش سوزی های الکتریکی محدوده، چون میتونه در ولتاژ های بالا کوچکتر از 1000 ولت به عنوان رسانه عمل کنه و در ولتاژ های کمتر اگر در فاصله والا بیشتر از 1 متر باشه برای آتش سوزی های الکتریکی استفاده میشه. پودر خشک مثل فومه، پس از استفاده پودر خشک از خودش کثیفی هایی به جا میذاره که میتونه موجب مشکلاتی برای ارتباطات الکتریکی و مدارها بشه.
در اینجا نکته‌ای که وجود داره ممکنه خاموش کننده های قدیمی استاندارد هالوم با محفظه های سبز رنگ در بسیاری از مکان های داخلی یافت بشه. متاسفانه در حالی که هالون ها یا همون هیدروکربن های هالوژن به عنوان خاموش کننده ها بسیار موثر هستند، اما به دلیل تاثیرات منفی که روی لایه اوزون میذارن به تدریج در حال خارج شدن از فاز استفادهن. سطل های شن و ماسه خشک در محل نقطه آتش در کارگاه ها به خصوص توی آشیانه ها و رمپ ها به عنوان یک کمک کننده اضافه جهت مقابله با آتش سوزی وجود داره. ممنون از توجهتون به مطالب. دوستان توجه داشته باشن اگه در رابطه با مطالب ارائه شده سوالی هست میتونید سوالتون رو کامنت کنید، بنده در خدمتتون هستم. پایان جلسه دوم، خدا نگهدار.